سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیوی آموزشی دیگه. خب دوستان، توی ویدیو قصد داریم که RX 6900 XT رو با هم اورکلاکش کنیم، ببینیم چقدر هش ریت میتونیم از این کارت بگیریم، هم در ویندوز هم توی محیط های او اس. بریم که در ادامه با هم ببینیم. خب دوستان، قبل از اینکه شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر نظری، پیشنهاد چیزی هم دارید توی بخش کامنت ها برام بذارید. بریم که در ادامه با هم ببینیم. خب اولین کاری که انجام میدیم، میام برنامه جی پی یو زد رو باز میکنیم که مدل مموری رو ببینیم. همینجوری که ببینید اسمش رو زده RX 6900 XT 7 نانومتری. چیزی که ما نیاز داریم اینجاست، GDDR6 سامسونگ. حالا اگه خواستیم تو اینترنت بریم سرچ کنیم ببینیم من بقیه چه جوری اورکلاک کردم، باید این مموری تایپ رو ببینیم که ببینیم با چه مموری مثلا به اون هش ریت مورد نظر رسیدن. خب حالا ما فهمیدیم که مموری سامسونگ و مموری سایزمون هم 16384، همون 16 گیگ دیگه. خب این تا اینجا. من همیشه خودم عادت دارم با برنامه MSI Afterburner اورکلاک کنم، ولی امروز یه مقدار اورکلاک اون متفاوته. برنامه MSI میذاریم کنار، میخوایم با خود برنامه رادئون سافتویر کار کنیم. روش کلیک میکنیم، این برنامه باز میشه، من میذارمش این طرف. خب اینجا نگاه کنید، این صفحه اصلیه. ما الان درایورمون 21.6.1 هست و آخرین درایوره. میام توی این قسمت پرفورمنس، اینو کلیک میکنیم، این تب وسط تیونینگ کلیک میکنیم، اینجا اتوماتیک دیفالته، ما میخوایم منوالش کنیم، منوال میکنیم، اینجا برامون گزینه ها باز میشه. خب من از همین قسمت براتون توضیح میدم. اولین گزینه، گزینه مربوط به فنه، این تیک رو فعال میکنیم، دو تا تیک دیگه اینجا برامون باز میشه. خب این زیرو آر پی ام چیه؟ زیرو آر پی ام میگه که مثلا دما اگر تا 50 درجه رسید فن نچرخه، که ما اصلا اینو نیاز نداریم، فعلا میخوام که همیشه کارت گرافیک خنک بمونه. اینو میبندیمش. خب ادوانس رو باز میکنیم. خب هر کاری که اینجا انجام میدید باید حتما اپلای بزنید که اعمال بشه. خب اینجا ادوانس رو تیک زدیم، اینجا به میگه که میتونی بچینی چجوری فنات باشه. خب من میخوام بگم کلا از 50 شروع کن، اینجوری من رو 50 میذارمش. اینجا هم اینجوری میچینم چون کارت من کارت خنکیه. خب اپلای رو میزنم، اینجا بعد آر پی ام بیاد بالا، همینجوری که ببینید دور فن اومد بالا. پس اینجا دور فن اوکی شد، تا اینجا دور فنمون خوبه. همینجوری که ببینید دمامون هم الان که فعلا وای نمی‌کنیم دما عالیه. خب میام پایین، اینجا هم که گزینه مربوط به پاوره، اینم فعالش میکنم. اینجا پاور لیمیت رو میتونیم مشخص کنیم، میگی مثلا کمتر یا بیشتر. من اینو همون روی صفر قرار میدم، فعلا کاری ندارم. اپلای رو میزنم. خب میام قسمت بعدی در مورد جی پی یو. این قسمت بالا هسته گرافیکه، این قسمت پایین مموری گرافیکه. خب من این تیکو فعال میکنم، تیک بعدی هم که ادوانس فعال میکنم که گزینه های بیشتری بهم بده. همینجا که میبینید فرکانس 2504، ولتاژمون هم این مقداره. خب قسمت ویرم هم باز میکنم، بخش ادوانس هم میزنم، همینجا که میبینید گزینه مموری فرکانس هم اینجا هست. فعلا من میخوام با حالت دیفالت، یعنی با همین حالت ما فقط اومدیم اینجا دور فن رو بردیم بالا، ما اینو انجام بدم ببینم چقدر هش ریت دارم. یواش یواش اینو ببریم بالا. من این مقدار اینو بذارم این برتر، برنامه فینکس رو باز کنم، ایتر ماین رو باز کنم و بذارمش اینجا که کامل مشخص بشه. خب اولین هش ریتی که به ما داد 58450 بود. ببینیم حالا چقدر هش به ما میده. 226 وات الان داره برق مصرف میکنه کارت گرافیک. خب همینجا که میبینید هولوش 58، حالا تا 60 هم به من داده، چون الان دارم ویدیو میگیرم، میکنه الان 60 بهم داد. ویدیو میگیرم یه مقدار شاید کند باشه. خب من اینجا یه نکته بهتون بگم، توی ماین اتریوم فرکانس هسته خیلی تأثیری نداره، یعنی تاثیرش اونقدر چشمگیر نیست. میتونیم فرکانس هسته رو بیاریم پایین. الان نگاه کنیم ما 60 تقریبا 60 گرفتیم، اینم تا 2500 و من اینو 1150 میذارم. نگاه کنیم ببینیم چقدر توی هش ریتمون تاثیر میذاره. الان روی 57 من اپلای بزنم، 59
ما از 2500 آوردیم 1150. همینجوری که می‌بینید باز داریم 59 می‌گیریم. 57 یعنی نزدیک 58. حالا اینجا نکته رو نگاه کنید. ما این آوردیم پایین، نگاه کنید چقدر واتمون کم شد. نزدیک 100 وات اومدیم پایین. ولی هشریتمون آنچنان تکون نخورد. به خاطر همین ما الان فرکانس میذاریم روی 1150، کاملا هم اوکیه. 58 رو داریم ازش میگیریم، ولی مصرف برق اون وحشتناک اومد پایین و دمامون هم بهتر میشه با این کار. خب بین 57 تا 59 داریم میگیریم، ببینیم 60 بهمون میده. حالا خیلی هم مهم نیست، بریم اورکلاک رو شروع کنیم. خب میام توی قسمت رم. اینجا گزینه‌ای هست که من فقط به خاطر این گزینه دارم با این برنامه اورکلاک رو انجام میدم. اینجا نکنید مموری تایم یه گزینه داره به نام فست تایم. ببینید این فست تایمینگ رو میزنیم. حالا بین 57 58 ببینم تاثیر میذاره. اپلای میکنم. اینجا 58 آخرین گزینه بوده. 59 ببینم بالاتر از 60 برام میاره. همینجوری که این 60 رو رد کرد 60 و نیم شد، مثلا 60500. خب تأثیری داره، تأثیر داره زمانی که اورکلاک کنیم بیشتر خودش رو نشون میده. خب الان همه چیمون اوکیه، ولتاژ رو فعلا دست نمیزنیم، آخر کار باش کار میکنیم. میام اینجا الان من میدونم که کارتم خیلی جا داره برای اورکلاک. همینجوری که دما 44 و مصرف واتم هم 140 130، تازه هنوز دستم به ولتاژ نزدیم. خب من میام اینجا اینو 25 میکنم تا 2050 اینو میبرم بالا، اپلایو میزنم ببینم هشم چقدر میره بالا. خب با این کار همینجوری که میبینید ما دیگه کلا داریم بالای 60 میگیریم. همینجوری که میبینید کلا دیگه اومده بالای 60. پس یعنی پایداری اوکیه. من اینو میبرم بالاتر، میذارم روی 2100. روی 2100 اپلای میکنم ببینم بالاتر میره. همینجوری که میبینید 63، ما اونجا 63 رو داریم میبینیم. 63 و 395 ببینم 64 بهمون نشون میده. خب همینجوری که میبینید من چند دقیقه رکورد استاپ کردم و 64 هم بهمون داد. همینجوری که میبینید 64 و 434. پس مشخص میشه که این مقدارم پایداره. خب من اینجا همینجوری که میبینید چند بار 64 رو دیدم، پس میدونم که این گزینه هم پایداره. ولی از 2100 به بعد یه مقدار احتمال ناپایداری هست. من دیگه یواش یواش باید برم بالا. 2100 میکنم 2110 که پایداری 100 درصد رو به دست بیارم. خب 2110 من ویدیو رو استاپ میکنم. خب توی چند دقیقه گذاشتیم 2110 هم پایدار بود. همینجا که ببینید اینجا 64500 64600 64 اینا رو دیدیم. حالا بریم بالاتر، بریم 2120. 2120 هم اپلای کنیم. خب دوستان با تستایی که انجام دادم ماکسیموم پایداری مموری من 2124ه. همینجا که میبینید ما 65 هم دیدیم. اینجا وقتی که فیلم استوب بود 65 هم به هم داد تقریبا. خب حالا ما فهمیدیم که 2124 پایداری مموری بونه. حالا من میام میذارمش 2120 که پایداریم 100 درصد باشه. خب همینجا که میبینید 63 64 تقریبا 64 برام اوکی میکنه. یه مقدار من اینو ببرم بالاتر ببینم اینم تأثیر داره توی ماین یا نه. خب دوستان من تستا رو انجام دادم، دیگه اورکلاک ناهم شدین. فرکانس 1250، ولتاژ روی 900 گذاشتم، 2120 مموری، فست تایم میگم که فعاله و مشخصات دیگه. خب الان میخوام یک کاری کنم که سیستم ناپایدار بشه. چجوری بفهمیم ناپایداره؟ نگاه کنید الان 2120 حد نهایی من بود. من اینو بالاتر میبرم میذارمش روی 2036 مثلا. الان نگاه هش ریت من نگاه کنید. هش ریت یا دراپ میشه. نگاه کنید هش ریت داره میاد پایین. وقتی هش ریت این مقدار داره میاد پایین یعنی پایدار نیست. نگاه کنید رسید به 41. خوبیش اینه که سیستم ریست نمیشه، فریز نمیکنه، فقط هش ریت رو میاره پایین که شما سریم اینو برش میگردونید. به خاطر همینم من آروم آروم رفتم جلو. 2120 اپلا. خب الان آروم آروم دوباره میاد بالا. خب توی ویندوز من بین 63 تا 65 مگاهش ازش گرفتم. اگه وسطشو بخوایم بگیریم همون 64 مگاهش به من میده توی ویندوز. خب حالا بریم توی های وایس هم ببینیم.
خب دوستان، الان وارد محیط لپتاپ شدیم، بریم وارد محیط های وایس بشیم. خب همینجا که میبینید ما داریم 62 و 70 میگیریم از این گرافیک. من تنظیماتم بهتون نشون بدم. آها، فقط یه نکته اینجا بهتون بگم، من تمام ماینر رو تست کردم، روی هیچ کدوم تقریبا پایدار نبود. بهترین ماینری که الان پیدا کردم برای این کارت گرافیک NB ماینره. NB ماینر کاملا پایدار بود. فینکس ماینر که از اول اصلا ماین نمی‌کرد، کلا اینو کارت رو نمی‌شناخت. حالا شاید تو آپدیت‌های آینده درست بشه. فعلا من با NB ماینر کار می‌کنم، مشکلی هم ندارم. خب وارد می‌شیم. همینجوری که می‌بینید تنظیمات اورکلاک، مموری رو 1060 گذاشتم، ولتاژ رو 800، دی پی ام 5، 1350 کور فنم که روی 60. کارت گرافیک داره 155 وات برق مصرف می‌کنه و دما هم روی 44 هسته و 60 مموری. خب حالا نگاه کنید، اینجا ما داریم 62 و 70 می‌گیریم. حالا چرا اینجا داریم از ویندوز کمتر میگیریم؟ همیشه ما تو های وایس چون محیط لینوکسی بیشتر میگرفتیم. این الان دلیلش اینه که اینجا هیچ تنظیماتی برای فست تایمینگ نداره. اگر یادتون باشه توی ویندوز داشتیم با فست تایمینگ ماین کردیم که 64 65 راحت بهمون میداد. اینجا من هر کاری کردم بالاتر از 63.5 نرفت. این به خاطر این فست تایمینگ است. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، این دی پی ام 5 است که خودم گذاشتم. نگاه کنید الان تو محیط اورکلاکش اصلا نداره این قسمتی که میخواد شما اضافهش کنید. حالا من چجوری اینو گذاشتم؟ نگاه کنید، میرید داخل محیط اورکلاک، میرید این قسمت اتریوم انتخاب کنید. این اورکلاک هایی که بقیه گذاشتن اینجا بهتون نشون میده. نگاه کنید بعضی از ماینرها تونستن اینو بذارن، میبینید 5 دی پی ام. من اینو انتخاب کردم و دی پی ام 5 اش برام اومد، تونستم اینجوری استفاده کنم. اینم نکته بعدی بود. حالا بعد منتظر باشیم یه آپدیت جدید برای های وایس بیاد یا برای ماینرها بیاد که این گرافیکو بهتر بشناسه. میگم که الان من رو ان بی ماینرم و همین دیگه، فقط یه آپدیت بیاد فست تایم میگم بهش اضافه بشه، احتمالاً یه 2 مگاهرتزی بره روی این. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.